تعدادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی من دیدم که این توافق رو ننگین توصیف کرده و نوشتن که حضور نیروهای هشت و شبی در دانشگاه‌های ایران در ظاهر برای تحصیل اما در اصل با هدف سرکوب دانشجوها هست. میخوام تحلیل شما رو بدونم. این کاملا امر بی سابقه در تاریخ دانشگاه تهران و شاید دانشگاه ایران هست که یک نیروی نظامی یا شبه نظامی از یک کشور دیگه‌ای قرارداد می‌بنده با یک مؤسسه آموزش عالی ایران برای اینکه افرادش رو برای تحصیل به اونجا بفرسته، در حالی که همه می‌دونن که پذیرش در این دانشگاه به خصوص به عنوان اولین و مهمترین دانشگاه ایران خب مستلزم عبور از سدهای خیلی زیادی که بخش مهمی از جوانای ایران هیچ وقت نمیتونن در واقع به این دانشگاه راه پیدا بکنن. حالا چجوری در واقع نیروی شبه نظامی با چه صلاحیتی با چه کیفیتی افرادی با چه کیفیتی را قراره به این دانشگاه بفرسته و این عده قراره چه چیزی را بخونن؟ آیا اینها هم مثل نیروهای بسیج و سهمیه‌ای افرادی مثل آقای قالیباف، افرادی مثل آقای مخبر، افرادی مثل آقای زاکانی قرار اونجوری تحصیل بکنن، یعنی بدون اینکه درس بخونن فقط بهشون مدرک بدن، یا اینکه اینها در واقع توانایی درس خوندن اونم به زبان فارسی در دانشگاه ایران را داره؟ اینا پرسش‌های مهمیه که میشه در ارتباط با این خبر حیرت انگیز در از نظر واقعا آموزش عالی و دانشگاه مطرح کرد. بله آقای پیوندی، به نظرتون هدف جمهوری اسلامی از این کار چیه؟ میتونه مرتبط باشه با اعتراض‌های جنبش زن زندگی آزادی در طی 10 ماه اخیر که در دانشگاه‌ها بوده از همون ابتدا و هنوز هم ادامه داره؟ ببینید به نظر من همه اینها میتونه باشه، ولی ما در حقیقت باید ببینیم چقدر دلایل قوی برای این کار داریم. ما میتونیم در واقع به این پرسش اساسی رو مطرح بکنیم که اصلا اینا در ایران چه کار میکنن این نیروها و کار اینها در ایران چیه؟ آیا مثلا اینا در عراق نتونستن درس بخونن، اومدن ایران دارن درس میخونن، یا چه درسی رو میخوان بخونن و برای چی دارن این درس رو میخونن؟ و برای همین هم هدفهای نظامی و هدفهای غیر آکادمیک و غیر دانشگاهی به طور واقعی میتونه مطرح بشه. اون چیزی که در افکار عمومی امروز مطرح شده به عنوان یک خطر برای آینده دانشگاه و حضور یک نیروی نظامی خارجی در دانشگاه مثل دانشگاه تهران یک موضوع بی اساسی نیست. یه موضوع خیلی مهمیه که باید من فکر می‌کنم جامعه آکادمیک ایران بسیار جدی بگیره و این حتی من میتونم بگم یه خبر شومی برای آموزش عالی ایرانه، به این خاطر که دانشگاه در واقع اگر قبلا توسط بسیجی‌ها و سهمیه‌های مختلف به گروگان گرفته شد در دهه‌های گذشته، این بار نیروهای شبه نظامی کشورهای متحد ایران، در واقع نیروهای شبه نظامی متحد ایران هم میتونن دانشگاه ایران رو با یه چالش جدی از نظر آکادمیک فضای عمومیش تبدیل بکنن. آقای پیوندی، شما در بخش اول صحبتتون گفتین که چنین اقدامی بی سابقه است، اما معاون تعلیم و تربیت هشت و شبی گفته قبلا هم نیروهاش رو اعزام کرده به دانشگاه‌های ایران. میخوام بدونم شما با توجه به تحقیقاتی که کردین اصلا اطلاعی دارین که قبلا به هر حال از متحدان ایران، از گروه‌های مورد حمایت ایران افرادی وارد دانشگاه‌های ایران شده باشن یا سهمیه خاصی براشون در نظر گرفته شده باشه؟ ما میدونید که دانشجویان خارجی در ایران، دانشجویانی که غیر ایرانی هستن، به طور عمده از کشورهای منطقه هستن و به ویژه کشورهایی که خب جمهوری اسلامی با شبه نظامیانشون اونجا رابطه داره و یا اینه که به هر حال با این کشورها به نوعی رابطه خیلی نزدیکی داره، مثل عراق، مثل افغانستان، مثل سوریه یا یمن یا کشور دیگه. ولی ما هنوز نمیدونیم چقدر از این دانشجویانی که تا امروز در دانشگاه ایران تحصیل کردن به طور واقعی وابسته به این شبه نظامیان بودن. ولی اون چیزی که امروز در واقع گفته میشه نشون میده که پیشتر هم این کار به صورت پنهان انجام شده بدون اینکه افکار عمومی اطلاع داشته باشه یا بدون اینکه حتی در واقع استادان و دستاندرکاران شاید اطلاع داشته باشن. برای همینم هم اینی که امروز علنی میشه به معنی اینه که به اعتماد ما به طرف
گسترده شدن این حضور در دانشگاه ایران بریم که یه نوعی نظامی شدن دانشگاه ایران هم در پی خواهد آورد، برای اینکه ما پیشتر بسیج داشتیم، الان حالا باید با اون شبه نظامیان کشورهای دیگه هم در دانشگاه سر و کار داشته باشیم. تشکر میکنم از شما سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزشی که از پاریس مهمان ما بودید.